the night, when the full moon is bright, comes a horseman known as Zorro. This bold renegade carves a Z with his blade, a Z that stands for Zorro. Zorro, the fox so cunning and free. Zorro, who makes the sign of the Z. ایران فیلم تقدیم می‌کند. کالیفرنیای اسپانیا. تو خبر نداری که این کارا برای چیه؟ گمان می‌کنم باید با عقاب یا الاگویلا ملاقات کنیم. تا وقتی که نبینم نمیتونم باور بکنم. من عقاب هستم. شما رو به دلایلی که برای همه ما جنبه حیاتی دارن در اینجا جمع کردم. این روزها در تاریخ ما روزهای بسیار حساسی هستند و سرنوشت کالیفرنیا بستگی به این روزها داره. دست ماست که آینده رو به هر شکلی که خودمون میخوان تغییر بدیم. به هر طریقی شده باید این کار رو بکنیم. ما با کار، کوشش با تیزهوشی تونستیم کنترل قسمت‌های شمالی رو به دست بگیریم، ولی بهتره بدونید آقایون فرصت ما خیلی کمه. ما باید بدون معطلی قسمت جنوبی رو تحت کنترل بگیریم. اینم بگم که ما باروت و مهمات دو تا از قرارگاه‌های اصلی رو در این منطقه به کلی تصرف کردیم. البته این کار به قیمت جان چند نفر از هموطنان شما انجام شد. از امروز به بعد ما هیچ گونه بی‌لیاقتی و شکستی رو تحمل نخواهیم کرد. ممکنه یه سوالی ازتون بکنم جناب آقا؟ بگو سوال چیه؟ من شنیدم شما در نظر دارین از لس آنجلس به عنوان مقر اصلی عملیات در کالیفرنیای جنوبی استفاده کنین. این واقعیت داره؟ برای حقیقت داره. در حقیقت شما سینیور کوینتانم به لس آنجلس خواهید رفت تا در کارهای اولیه کمک کنید. همونجا میمونید تا یک نفر احکام لازم و دستورات مشروع رو برای شما بیاره. نقشه همه کارها به دقت طرح شده. من گمان نمی کنم مستقر کردن مرکز عملیات در لس آنجلس زیاد عاقلانه باشه. دلیلی داره که شما منو شکی داشته باشید؟ همونطور که می دونیم لس آنجلس در چنگال اون تبهکاره زورو. اون همیشه نقشه های ما رو نقشه براب کرده. ما با قرار دادن مرکز عملیات در لس آنجلس خودمون رو تو دردسر بزرگی خواهیم انداخت. دیگه از بس اسم زورو رو شنیدم خسته شدم. ما در موقعیتی هستیم که میتونیم مسیر تاریخ رو تغییر بدیم. کشورهای قدرتمندی هستن که حاضرن به ما میلیون‌ها پزر بدن تا در مقابل کالیفرنیا رو به اونها بدیم. آقایون، ما نباید اجازه بدیم که یک مرد مانع ما بشه. اون فقط یک مرد نیست، اون زوروه و من هم عقابم. اگر زورو سر راه ما قرار بگیره اونم محکوم به مرگ خواهد شد. فرمانده لس آنجلس در مونترال پیغام آوردم، باید فوری ایشون رو ببینم. چی شده؟ اینجا چی میخوای؟ از مونترال یه پیغام خیلی فوری آوردم خودم. یه درد سر بزرگ پیش آمده عزیزم. نمیدونم چطور تمام مهمات ما را از دو قرارگاه مونده شما دزدیدم. حالا قرارگاه ها بی دفاع مونده. برای اینکه به تو مربوط نمیشه تو چرا باید نگران بشی؟ موضوع فقط این نیست. از من خواستم به قرارگاه سان دیگو برم و همونجا بمونم تا فرمانده جدید فرستاده بشه.
I will send for you as soon as I can get accommodations for you. نگهبان، به گروهبان گارسیا بگو فوری بیاد گزارش بده. While I am gone, my dear, I suggest that you occupy my quarters here. Give up your suite at the inn. I will feel better about it, my dear, if there is a garrison to guard you. Oh, you're such a handsome man. And you get such funny little wrinkles on your forehead when you frown. Someday, Arturo, you will be a big, important man, and I will be the grandest lady in all of California. You will see. Come in, Sergeant. با من کاری داشتید فرمانده؟ خواستم باید حرف بزنم. بشین. متشکرم. همین الان پیغام میرسیده و منو به یه ماموریت موقت در سندیاگو فرستادن. معنیش اینه که یک بار دیگه تو فرمانده موقت لس آنجلس خواهی شد. حتما فرمانده. ممکنه این سنگین ترین وظیفه ای باشه که تو زندگیت به تو داده میشه گروه. اگون زیاد شوخی نگیریش. در ضمن شنیده شده که یه محمول از مهمات سرقت شده به طرف لس آنجلس نزدیک میشه. مهمات سرقت شده؟ ما اونا رو از کی دزدیدیم؟ گروهبان، ما اونا رو سرقت نکردیم، بلکه از ما سرقت کردن. متوجه هستی این یعنی چی؟ البته کاپتان، کاملا واضحه. معنیش اینه که ما گرفتیمشون، یا اینکه معنیش چیه فرمانده؟ ما تو کالیفرنیا چی داریم؟ فقط یه مش سرباز معمولی، یه قرارگاه بدون مهمات، اونم در 1000 مایلی وطن. اگه قرار باشه در تمام زندگی فقط یک بار کار درست انجام بدی، امیدوارم الان موقعش باشه. اطاعت فرمانده. به نظر شما من باید چی کار بکنم؟ من میخوام شاید توسط یه معجزه تو اون محموله مهمات رو پیدا کنی و بگیری. البته اگه اومدی طرف بیا اونجا. حالا اگه مهمات به طرف جنوب هم بشن، باید از این طرف، یعنی از طرف ساحل رد بشن یا از راه ال کامینوریه. میخوام تمام مسافرینی که عبور میکنم بگردی در این نقطه. منظورتون اینجاست یا در گذرگاه؟ منظورم اینجاست، سر گذرگاه. By Don Diego. Senora. Your servant. I came as soon as I got your message. You will excuse us, my dear. One moment only. I would ask a favor of you, Diego. You are the one man I feel I can trust. I am honored, senor. I am called away to San Diego. My wife must remain here. I would ask... could you visit her occasionally, see that she does not get too lonely and... Well, she is young, Diego, impetuous, and I... I'm afraid I do not understand. There are men in this pueblo whom I do not trust. A woman, she could be swept off her feet by a dashing and handsome young man. But you, Diego, I know you. I trust you. I'm the kind most generally thought of as a brother. I appreciate the capitan's confidence in me, and I shall do my best. Gracias. I will send for you at the earliest possible minute. As soon as I find a place for you to stay. وقت رفتنم فرمانده. در نبودنم تو مسئولی گروهبان. صحبتمون یادت باشه. هیچ چیز نباید مانع انجام وظیفه بشه. اطاعت جناب فرمانده. حرکت کن. خانه دارایون، اساسیه شما بازرسی نشده. تجوخت، اساسیه شونو بازرسی کن. اطاعت، ببینم چی میتونه. نفهمیدم این کارا یعنی چه؟ این کارا لازم آقایون، به من دستور دادن تمام اساسیه ها رو بازرسی کنم. اسم شما چیه آقا؟ سالوادور کوینتانا از مونتره. و شما؟ انریک فونتس. چقدر خیال دارید در اینجا بمونید؟ فعلا معلوم نیست.
اگه اوضاع خوب پیش بره شاید مدتی اینجا بمونیم. اگه اوضاع خوب پیش میرفت اینجا لس آنجلس نبود. شما اینجا چیکار دارید؟ ما مهمانخانه اینجا رو خریدیم و اومدیم اداره کنیم. اینطور. پس شما خیال داره You have purchased the inn and the tavern also where they serve. شما مهمانخانه رو خریدید. به لس آنجلس خوش آمدید آقایان. من گروفام دیبیسیو لوپز گارسیا فرمانده یه تایبلو هستم. در خدمت شما هم. فرجوخ. چی کار داری میکنی؟ داری اپارتمان رو خاک باز میکنی؟ ولی شما خب مهم نیست. بهتر آقایون رو به طرف مهمانخانه راه نمایی کنیم. بازرسی رو بذار برای دست. خوشحال میشم خودم شخصا شما رو به مهمانخانه برسونم. من خیلی به اونجا میرم. آره حس میدارم. فرجوخ خوشحال میشه برای شما رو بیاره. ممکنه دنبال من بیاید آقایون. خواهش میکنم. فکر میکنی این کار درسته دیگو؟ اینکه شوهر منو مثل این طرف اون طرف حرکت میدن مثل یه سرباز عادی باش رفتار میکنن. یعنی اون فقط یه عروسه که خیمه شبازیه و در این مورد حق انتخاب نداره و یه نفر دیگه باید براش تصمیم بگیره. شما نباید اینطوری درباره مسائل فکر کنید. یه سرباز وظایفی داره ولی در ضمن غرورم داره. و یه من نمی کنم از نظر کاپیتان شرایط موجود غیر قابل تحمل من درباره کاپیتان حرف نمی زدم. من دارم راجع به زنش حرف می زنم. اینجا رو نگاه کن. اینم شد زندگی. یه روزی دیگو وقتی میایی به دیدنم خواهی دید که من مذارم. برای فرمانده پیغام فوری آوردم. فرمانده رفت به طرف سن دیگو. اگه پیغام خیلی فوریه من میدمش به معاون فرمانده. گرد سیاسی میگرم. پیغام خیلی فوری. سینیورا من وقتی می اومدم اینجا دیدم که گروهبان وارد مهمانخانه شد. اگه پیغام خیلی مهمه شاید بهتر باشه برم بیارمش اینجا. خیلی لطف داری دیگو. لطفا این کارو بکن. من فکر کردم بهتر این تو رو در جریان بذارم. ملاقات با تو برات خیلی لذت بخش بود دیگو. ولی حالا اگه اجازه بدی تفاوت میکنم بهتر باشه برم تو اتاق جدید هم میکنی جا بود جا. خواهش میکنم لطف کردیم وقتتون رو به من بدیم. خبر خوبیه گروپان؟ بله اونا موافق بودن. اونا موفق شدن چی گروپان؟ اونا موفق شدن؟ من اصلا نمیدونم تو راجع به چی حرف میزنی دون دیگو. موفق شدن تمام مهمات سرقت شده رو پیدا کنن. آره این قرار یه راز نظامی باشه. ولی با هر کسی روبرو میشم راجع بهش حرف میزنه. تو کالیفرنیا کسی هست از این موضوع؟ منم میخوام همین رو بهت بگم. این یه راز نظامیه. ما نمیخوایم سربازا از این موضوع چیزی بفهمن. خب به هر حال خوشحالم که موفق شدم پیداش کنم. بله منم خوشحالم که دیگه مجبور نیستم مسافرا رو بگردم و دلیجانا رو بازرسی بکنم. تبریک میگم. دون دیگو اینو نگاه کن. این روزا همه چیز عوض شده. پیغاما با یه رنگ جوهر نوشتن و آدرس روی پاکت و با یه رنگ دیگه. یه دقیقه سر کن گروهان. تو مطمئنی که این پیغام یه پیغام واقعیه؟ منظورم اینه که ممکنه به واسه رشوه داده باشن یه پیغام ساختگی رو بیاره. خب گمان میکنم. بله اگه قرار باشه مهمات قاچاقی وارد لس آنجلس بکنن بهترین راهش این نیست که کاری کنن تو مسافرها رو بازرسی نکنیم. دون دیگو من به اندازه کافی گرفتاری دارم. حالا تو هم به مشکلات من اضافه میکنیم. خب من فقط حرف میزنم گروهبان. ولی به نظر من بد نیست که در خط این پیغام با سایر مدارک رسمی قبلی مقایسه بکنیم. چون یکی با قبلی ها فرق داشته باشه. خب دیگه من باید برم گروهبان. Thank you.
شاید ما بیخود نگران شدیم. معلومه چقدر دیگه باید منتظر باشیم. دیگه چیزی به غروب آفتاب نمونده. خیلی یادم مسلح با دلیه گاهی یونجی محافظت بکنم. آره منم داشتم به همین موضوع فکر میکردم. نمیدونم یه نگاهی زیر اون یونجی ها بندازم. تو اینجا به موقعی مواظب باش، ممکنه یه دام باشه. به توفنگت باش. تو اون گاری چی داری این حمله میکنی؟ خودت که میبینی فقط یه مقدار یونجه. یه مرد مسلح برای حمله یه مقدار یونجه؟ اینا زارعین فقیری هستن، نمیخوان اشکالی پیش بیاد. در این صورت توفنگ رو بنداز روی زمین و بذار من گاری رو بازرسی کنم. فقط یه مقدار یونجه است ولی به هر حال اشکالی نداره، میتونی بازرسی کنی. سینیور حالا کدومش رو ترجیح میدی؟ آه بهتره بری اون طرف گاری وایسی. زود باش تو هم برو، برو اون طرف، همه تون وایسین اونجا. اینا آدم های فقیری هستن سینیور زورو. من فقط کمکشون میکردم. مگه شما دیگه حامی مردم فقیر نیستی؟ چرا سینیور؟ ولی تا وقتی که افراد فقیر نخوان با قاچاق مهمات به داخل لس آنجلس پولدار بشن. حدسم درست بود. درو تعقیبش کنیم گروه با تعقیب کردنش فایده ای نداره، مثل باد فرار کرد. What's going on here? Ah, Senor Fuentes, I did not know it was you. Sergeant, you have come just in time. Zorro tried to steal our fine wine. Wine? All I see is hay. Well, the wine is in the kegs under the hay. I will show you. See, Sergeant? See? Oh, that rascal of Zorro is trying to steal your wine, eh? نگران نباشید، من و سربازان مواظبیم که شما بدون هیچ دردسری به لس آنجلس برسید. زورو دیگه نمیتونه مزاحم شما بشه. گراسیه گروپر، گراسیه. دو نفر از شما از پشت سر بیاید. معنی این کارا چیه؟ برای چی این یونجا را آوردن اینجا؟ اشکالی نداره سینیور. بعد از اینکه زورو به ما حمله کرد، گروپان دوت کرد و ما رو تا اینجا اسکورت کرد. Military escort after we were attacked by Zorro. زورو؟ او، متشکرم گروپان. شما خیلی لطف دارین. مطمئنم که اینجا کاملا امنه. بازم متشکرم. والا ما اصلا عجله‌ای نداریم سینیور کوینتانا، میتونیم کمک کنیم. We will be happy to help you unload the جا به جا کنیم. تو بعدش شاید آنه نه بچه خودشون این کارو میکنن. چطوره که شما به افرادتون دارین تو با کمی استراحت کنین؟ Enjoy the hospitality of the tavern as my guest. مانه مانه گراسیاس. همه چیز رو مرتب کردی که بتونیم فوری تصفیه کنیم. در مورد وظایف من هیچ وقت نگران نباش. تا اساس که همه چیز حاضر آماده است. زود باشین. ببرش پایین تو زیر زمین و همونجا بمون. حسابشون همونجا پایین پلا. بعدا خودمون میایم ترتیبشو میدیم. Thank you.
چشم سینیور. Never have I seen a longer ride for a shorter drink. We should have let Zorro take that wine. Come with me and bring that thimble with you. مثل که همه رفتن بهتر نیست تفکیلش کنی؟ چرا؟ بهتره ببندیم. The fat sergeant and the corporal, they are in the cellar. What are they doing down there? Looking at the kegs of gunpowder. What? Then they must not come out of there alive. You were looking for something, Sergeant Corporal? We thought we heard a strange noise, Senor. So you opened one of the barrels, did you? I am sorry, senor. We thought it was just wine in the barrel. We did not know it was... So, you found out? If we had known it was brandy, we never would have opened it. Brandy? In the... See, we would even be willing to pay for it, maybe. It's quite all right. There's no charge. Oh, allow me, allow me. Zorro! That rascal does get around, doesn't he? Anyway, we got the brandy here. Salud! Salud! Salud. This is the first time I ever outsmarted Zorro. I wondered how I did it. جهت دانلود فیلم های بیشتر به سایت اینترنتی ایران فیلم مراجعه نمایید.